خب سفر ما به ترکیه آغاز شد با جواد پلو، مصطفی استخون و منیره کوبیده. بریم ببینیم قرار چه اتفاقی افتاد. ما الان رسیدیم ترکیه، تو اتوبوسیم. تو باز چرا میخندی؟ سنگ دل آهنگ دل کش میزنن، ناله عشق است و آتش میزنن. خب جواد صدف خریده، بفرمایید. بفرمایید بیل بکنید. مزه چی میده؟ عالی، به ولای علی. خوش مزه. همون خوش باش. تو آن چی؟ خیلی خوشمزه. چرا غرب زده اید شما؟ واقعا غرب زده اید؟ نه خیلی خوشمزه. حالا آقا اشتباه نمک نداری؟ نه نمک نمیخواد، بخور. خوشمزه، بنداز بالا دیگه. مزه خوشمزه. یک بار دیگه بگی اینا خود میزم تو سره. یه وقت نگاه کردم دیدم شکلات، به به، صرفا جهت عذابتون این ویدیو رو میگیرم. بذارین عذاب رو تکمیلش بکنم تا عذاب بعدی خدا نگهدار. واه واه، به به شکما. امیدواریم که زن حامله در همسایگی ما نباشه. و بفرمایید ترکیه بیاد آدم بعد این کبابا رو بزنه. به نام خدا، سلام خدمت شما بینندگان عزیز. با سری مسابقات 5 تیم بر 5 شمار بزن فکرش رو بیاد پایین، در خدمت شما هستیم در ورزشگاه فرام استانبول. حالا ببینیم فکر یا کی میزن یا ابن فاس فکر رو میاره پایین. چرا فوتبال نمیزن؟ چرا فیفا بازی نمی کنن؟ چرا پس بازی نمی کنن؟ آقا اینجا کجاست؟ این ساختمونیه که زمان عثمانی درست شده. خب الان چیکار میکنه؟ هیچی نداره، جای خاصی نداره، فقط یه جای تفریحی دور تا دورشو بستن، ولی میتونین داخلشو از دور ببینید. خب این هم مسجد مرجعیه. بله، 420 سال قدمت داره و یکی از زیباترین مسجدهای ساحل آرتاکوی. این هم ساحل آتاتو، این پل معروف، پل معروفی که قاره آسیا رو به اروپا بستر. ما الان قسمت اروپاشی، شما ملاحظه بکنید. حالا ما از روی این پل هم رد خواهیم شد. گویا 120 سال پیش ترک ها میزنن یه سرباز مصری رو ناخواسته میزنن، میکشن، این ساختمون رو به عنوان پیرامد میدن. اینا کلی قایقه، این قایق احتمالا پاکستانی، مثل اتوبوسشون کلن زلم زیم بودن. خب اینم دستشوی ایران. پاش ما پاش آب و دوغ میخوریم. خب شیلنگ بذارین. ای بابا، تنها مسجدیه فکر میکنم در دنیا که بالاش نماز میخونم پایینش می میخورم. بله.
اونجا هم دست بردار ما نیست. خدا خب اینجایی که ملاحظه میکنید قلعه کالیچی هست، در واقع شهر قدیمی آنتالیا. آنتالیا از اینجا شکل گرفته، بقیهش دیگه هرچی هست فیکه. بعد بالاخره رسیدم. آدم های مختلفی اینجا هستن، رنگ‌بندی های مختلف، پوشش های مختلف. ایرانی هم تا دلتون میخواد اینجا زیاده. شما بگو رضا. رضا خدا رو شکر چیش تا برگشت. خدا رو شکر. اینجا مسجد ایاصوفی است. چقدر بلنده. قبلا کلیسا بوده، زمان عثمانی یه تبدیل به مسجد شده، اسم امام حسن و امام حسین هم هست. جالب. ابوبکر، الله، محمد، عمر نبود، حضرت علی، امام حسین. اینقدر بلنده که آسانسور. اینجا میگن اگه دستتون رو بتونین 360 درجه بچرخونین گناهانتون بخشوده میشه. با امتحان کنیم. خب تمام گناهان بخشیده شد. شما در رو نگاه کن، قطر رو ببین. این در رو هرکی میبسته قطعا گرسنه‌اش میشده. بعد در خیبر چی بوده؟ یا علی اینجا کلیسای آیا ایرینی کاملا صدا میپیچه، کافی شما حرف خیلی قشنگی. اطراف رو ببینید. همون برش که این سن تئاتر بود. اینجا برای ورود به مسجد سلطان محمد لباس میدن به خانم ها، با شلوارک هم شما نمیتونی وارد شی. اینم داخل مسجد. خب این خیلی بازسازی شده، تقریبا مثل مساجد خودمونه، ولی خب حیاتش خیلی زیباست. بریم اونجا رو ببینیم. Ha 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 ha!
اول صبح را هیچ چیز به خیر نمی کند جز دو خط شعر فروغ، دو فنجان چای غزل و یک دل سیر نگاه به چشمان تو که مخاطب این شعری. صبحت بخیر. دلی که رو هوا زدی دادی دست باد ببره، دل تو گوشمالی می دن که عشقو از یاد ببره. اینا مترو بوس دارن، ما اتوبوس داریم. خوبیش اینه که هر دوتاش با بوس تموم میشه، ولی خب اینا ریلیه، مال ما بی آر تیه. دور زد. خب استانبول هم تموم شد جواد، داریم میریم که به پادست نفنگ دیگه، داریم میریم که بریم ایران. آره انشالله. آره